نامه اعتراضی ویلیام بردون و پروفسور گای گودوینگیل حقوقدانان و وکلای برجسته فرانسه و انگلستان به کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 24 دسامبر 2012 ابراز نگرانی جدی درباره بروشور اطلاعات پخش شده در بین ساکنان لیبرتی توسط کمیساریا ما مطمئن هستیم که شما دلایل نگرانی ما را درک می کنید چون همه می دانند که دولت عراق که کمیساریا قصد دارد ساکنان را برای بازگشتی آبرومندانه به ایران به آن بسپارد به نیابت از رژیم ایران عمل می کند این مسیری بسیار خطرناک است چون به وضوح واقعیتها را نادیده می گیرد و مطمئنا برخلاف مسئولیت های کمیساریا خواهد بود که نبایستی پناهجویان را در مسیر خطرناکی بیاندازد. کمیساریا می داند شماری از افراد در سالهای اخیر صرفاً به خاطر دیدار از اشرف اعدام شدند و دیگران به همین دلیل در زندان به سر می برند. ما از هیچ موردی در گذشته اطلاع نداریم که تشویق پناهجویان به ترک کمپ پناهندگی سیاست کمیساریا بوده باشد آیا ما باید نتیجه بگیریم که در اینجا انگیزه های سیاسی دخیل هستند؟ در مورد انتقال تن از ساکنان به فنلاند شما می دانید که طبق قانون بین المللی حفاظتی که این پناهندگان مشمول آن هستند ربطی به قبول یا رد راه حلی که ممکن است به آنان پیشنهاد شود ندارد ما مطمئن هستیم که شما موافقید که تهدید کردن و مطرح کردن رد حفاظت در چنین شرایطی کاملا غیر قابل قبول است آقای آنتونیو گوترز کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد به عنوان وکلای ساکنان اشرف و لیبرتی ما میخواستیم توجه شما را به چند نگرانی در مورد تعیین استاتوی پناهندگی که در حال حاضر در دست اقدام است جلب کنیم یک بروشور اطلاعات به فارسی که بین ساکنان لیبرتی از سوی کمیساریا پخش شده است دو انتقال تن از ساکنان به فنلاند درباره بروشور اطلاعات دو قسمت از این بروشور مورد نگرانی جدی هستند اولا تحت عنوان راه حل نوشته است اگر شما خواهان برگشت داوطلبانه به ایران هستید کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد شما را به حکومت عراق می سپارد تا حکومت عراق با همکاری سازمان های مربوطه برگشت امن و آبرومندانه شما به کشورتان را فراهم سازد سانیان تحت عنوان محل سکونت در این بروشور نوشته شده چنان چه میدانید بعضی از باشندگان قدیمی اردوگاه این محل را ترک کرده و اکنون در جای دیگری که از سوی مقامات عراقی تهیه شده است زندگی می کنند. کمیساری عالی ملل متحد به شکل مداوم وضعیت آنها را بررسی و تحت نظارت قرار می دهد تا مطمئن شود آنها در امنیت بوده و با آنها به خوبی برخورد می شود. پرونده های افرادی که کمپ هوریه لیبرتی را ترک می کنند به صورت عادی از سوی کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان بررسی خواهند شد متن قبلی بروشور اطلاعات که به ساکنان داده شده بود هیچ اشارهی به محل سکونت نداشت و پاراگراف مربوط به راه حل به صورت زیر بود در صورتی که خواسته باشید داوطلبانه به ایران بازگشت نمایید کمیساریا درخواست شما را به معموریت مساعدت ملل متحد برای عراق ارجا نماید تا در هماهنگی با مقامات عراقی و سازمان های دیگر به چگونه بازگشت مسون شما بپردازد همانطور که شما متوجه خواهید شد تفاوت های مهمی بین این دو متن وجود دارند در گذشته پروسه مربوط به کسانی که میخواستند به ایران برگردند به این صورت بوده که موضوع به یونامی اطلاع داده میشد تا آنها بازگشت امن آنها را با مقامات راقی و سازمان مربوطه هماهنگ کنند ولی در متن کنونی کمیساریا میگوید چنین افرادی را برای بازگشت امن و آبرومندانه به مقامات عراقی خواهد سپرد ما مطمئن هستیم که شما دلایل نگرانی ما را درک می کنید هرچند که پناهجویان ایرانی هستند ولی همه می دانند که دولت عراق که به نیابت از جانب رژیم ایران عمل می کند به همان اندازه مقامات کشور مبدع نسبت به آنها خسمانه عمل می کند. ساکنان پناهنده دو بار هدف حملات خسمانه و خشونتبار نیروهای عراقی بودند که منجر به کشته شدن نه تن و مجروح شدن هزار تن گردید آنها همچنین به اجبار از خانه 25 ساله خود توسط همان مقامات عراقی رانده شدند همان مقاماتی که کمیساریا اکنون قصد دارد ساکنان را برای بازگشتی آبرومندانه به ایران به آنها بسپارد این مسیری بسیار خطرناک است چون به وضوح واقعیتها را نادیده میگیرد و مطمئنا بر خلاف مسئولیت های کمیساریا خواهد بود که نبایستی پناه جویان را در مسیر خطرناکی بیندازد کمیساریا به خوبی میداند که چندین تن در سالهای اخیر به خاطر صرفن دیدار از اشرف اعدام شدند و اینکه دیگران در حال حاضر به همین دلیل در زندان به سر میبرند. آقای کمیسر عالی پناهندگان همانطور که مشاهده می کنید سپردن ساکنان به دولت عراق برای اینکه بازگشت آبرومندانه آنان به ایران فراهم شود خیلی محتمل است که علاوه بر نقض آزادی وجدان و عقیده آنان را با خطر جانی مواجه سازد ما باید همچنین مبنای موضع کمیساریا در مورد به اصطلاح محل سکونت را مورد سوال قرار دهیم روشن نیست که انگیزه چنین اظهاراتی چیست و یا چه هدفی از آن دنبال می شود ما بر اساس دانشمان از راهنمای عمل کمیساریا و شیوه های کاران از هیچ موردی در گذشته اطلاع نداریم که تشویق پناهجویان به ترک کمپ پناهندگی و دنبال کردن استاتوی پناهندگی در محل دیگر بدون هر گونه دلیل و توضیح سیاست کمیساریا بوده باشد آیا ما باید نتیجه بگیریم که انگیزه های سیاسی در اینجا دخیل هستند با گفتن این که کمیساریای عالی ملل متحد به شکل مداوم وضعیت آنها را بررسی و تحت نظارت قرار میدهد تا مطمئن شود آنها در امنیت بوده و با آنها به خوبی برخورد می‌شود آیا کمیساریا به طور زمینی میگوید که آنهایی که کمپ لیبرتی را ترک می کنند و به مقامات عراقی سپرده می شوند در جایی امن خواهند بود و با آنها رفتار خوب خواهد شد و منظور از اشاره به پرونده های آنان که به طور نرمال بررسی خواهد شد چیست؟ دستور کار کمیساریا تأمین حفاظت بین المللی برای ساکنان است این دستور کار در میان چیزهای دیگر شامل تلاش برای برداشتن محدودیت های غیرقانونی است که روی این پناهندگان در کمپ لیبرتی توسط دولت عراق اعمال می شود. با توجه به دشمنی دولت عراق نسبت به این پناهندگان که علنا ابراز شده است و با توجه به قصد این دولت برای غیرقابل تحمل ساختن زندگی برای ساکنان، به منظور وادار کردن ساکنان به تسلیم در مقابل رژیم ایران به نظر کاملا نادرست می آید که به هر شکلی پناهندگان را ترغیب کنیم خودشان را در اختیار الطاف مقامات عراقی قرار دهند انتقال تن از ساکنان به فنلاند به ما گفته شده است که وقتی سه پناهنده اخیرا خواستاران شدند که به شهری در فنلاند به غیر از راوانینی منتقل شوند با این امید که بتوانند نزدیکتر به جامعه ایرانی باشند کمیساریا جوابش این بود که آنها دیگر از حفاظت بین المللی مند نیستند چون این انتقال را رد کردند همانطور که شما مطمئنا می دانید حفاظتی که این پناهندگان مشمول آن هستند طبق قانون بین المللی ربطی به قبول راه حلی که ممکن است به آنها پیشنهاد شود ندارد حفاظت باید به آنها داده شود چرا که این افراد نگرانی واضحی برای تحت آزار قرار گرفتن دارند و هیچ چیزی در هیچ یک از دستورالعملهای کمیساریا نیست چه رسد به قانون بین المللی که بگوید پناهنده حق نظر دادن و یا اعلام نظر در مورد کشوری که یا حتی شهری که او ممکن است به آن منتقل بشود را ندارد با به سختی هایی که این پناهندگان داشتند که از جمله دیگر چیزها شامل تجربه دو کشتار بی خانمانی اجباری و قبل از آن سه سال شکنجه روانی می شود یک زاویه ورود واقعا متفاوت ضروری است ما مطمئنا به درستی انتظار داریم که جواب کمیساریا با توجه به دهه ها تجربه در این زمینه در جهت نیازها و نگرانی پناهندگان باشد و اینکه به جای تهدیدها و مقابل جویی ناموجه به دنبال مشورت و رهنمود دادن به آنها باشد در مورد موضوع حاضر در جایی که پناهندگان تقاضای حفاظت خود را پس نگرفتند و هیچ پایه‌ای برای متوقف کردن حفاظت وجود ندارد فلواقع هیچ توجیهی برای متوصل شدن به کنسل کردن استاتو وجود ندارد ما به خوبی متوجه هستیم که اکسال عملهای پناهندگان مانند آنچه که ما گزارشان را داریم کمکی به پروسه پیدا کردن یک راه حل نمی کند ما در گذشته همکاری خودمان را ارائه کرده و مجددا نیز تکرار می کنیم که ما بیشتر از هر وقت آماده ایم تا در زمینه مشاوره در موارد مناسب کمک کار باشیم در این رابطه ما محترمان از شما می خواهیم که به مسئولین کمیساریا که درگیر پروسی انتقال هستند دستور بدهید با رهبری کمپ مشورت کرده و هماهنگی کنند تا چنین مشکلاتی در آینده به وقوع نپیوندد به ما اطلاع داده شده که فنلاند به طور پایی متقبل شده است که یازده پناهنده را بپذیرد آیا امکانی وجود ندارد در اینجا که تمامی یازده پناهنده همزمان به یک شهر منتقل شوند؟ دهه تجربه تایید می کند که اجتماع و همبستگی کلید انتقال موفقیت آمیز بوده است و اینکه امکان رابطه داشتن با دیگران وقتی پناهندگان به محیطی کاملا جدید وارد می شوند به غایت به برطرف کردن فشارهای روحی آنان کمک می کند در مورد یک موضوع مرتبط دیگر ما همچنین باید متذکر شویم که متاسفانه بعضی از موکلین ما تمایلاتی از سوی بعضی مسئولین کمیساریا گزارش کردند که آنها به طور زمینی به تهدیداتی مشابه همین نوع دست میزنند. مثلا در مورد ساکنانی که شاید به طور کامل آنچه را که کمیساریا میگوید قبول نکنند و یا آنهایی که در مورد سوالاتی که مربوط به استاتوی پناهندگی آنان نیست سوالاتی بکنند ما مطمئن هستیم که شما موافقید که تهدید کردن و مطرح کردن رد حفاظت در چنین شرایطی کاملا غیر قابل قبول است و اینکه هیچ کسی که نیاز به حفاظت بین المللی دارد نباید از انتقام گیری حراس داشته باشد بنابراین ما مصرانه تقاضا می کنیم که شما فورا به این مسئله توجه کنید و توجیهات لازم را در مورد وارد کردن عنصر مانیتور بیطرفانه در پروسی مصاحبه به عمل آورید آقای کمیسر ما یک بار دیگر به خاطر توجه شما به این موارد که باعث نگرانی بسیار هستند از شما تشکر می کنیم ما کاملا متوجه مشکلاتی که پناهندگان با آن مواجه هستند و آنچه کمیساریا برای پیدا کردن و تأمین حفاظت موثر بین المللی و به دست آوردن راه های انسانی با آن مواجه است هستیم همانطور که در بالا متذکر شده ایم ما حتی آماده هستیم تا نقشی مثبت در این تلاش انجام دهیم تا موارد نگرانی باز تکرار نشود با احترام پروفسور گای گودویل گیل ویلیام بوردون